آرزو خوش آمدی. سلامت باشیم. قبول باشه بخیر. زنده باشیم. تشکر. طاعت و عبادت شما هم قبول باشه. تمام شد. سلامت باشیم. خداوند توفیق بده که روزهای باقی مانده را همچنان بخیر ان شاء الله در عبادت پروردگار سپری کنیم. توفیق بده تا عبادت نصیب ما شما بگردد. ان شاء الله. اگر شما گفتین که می روزهای رمضان برتان عید است، بدون شک یا تا بزرگان دینی ما در گذشته وقتی که روزهای نزدیک میشد، اونا از یک طرفی که عید میرسید خوشحال بودن، ولی از طرفی که رمضان تمام میشد از این بابت ناراحت و جگرخون بودن، به او اساس چون روزهای با برکت از دست میداد. مجنون جان تشکر از خودت. تشکر از شما میمون ما را خوش آمدید بگید. بسیار تشکر مجنون جان. کار خوب همشگی ما را ماست. خب خدا کنه که غذاهای ما مورد علاقه شما قرار بگیره. من فقط از صبح فعلا نوشجان کردم واقعا دیگه از همین صبح قضاوت کنین دیگه. والا اگه ایرخم باشه خب به بدیل است. نه خب قابل است دیگه مجنون نام خدا. من نگفتنم ما یک بار بعد از برنامه افطاری هم آمدم در میمز غذا صرف کردیم با دوستان. بله افتخار بخشید. و خیلی مزه‌دار بود واقعا. خب نوش جان اشتیا خوب براتان. سلام. موفق باشید. بخیر باشید. از غذا هم بگیرین. می قارس به یک روایتی هم هست که در قسمت افطار پیامبر علیه السلام که ذکر شده که پیامبر علیه السلام از خرمای تر که رطب میگن در عربی از او همیشه افطار میکرد، اگر اون نمی بود باز خرمای خشک، ولی هنگام افطار غذای زیاد نمیخوردن، اما چند خرما باز مقداری از آب، اگر خرما نمی بود با آب افطار میکردن، بعد میرفتن نماز مغرب و شام میخوندن، بعد دوباره میامدن ادامه افطاره. و چند روز پیش یک دکتر صاحب که مهمان ما بود این مسئله را از زاوی طبابت و صحیش بیان کرد که این میده در این وقت آماده پذیرش غذای بیشتر نیست و او اساس تلاش شوه که با اندکی از غذا خبالا خرماست آب و هر چی که باشه که شروع شوه، بعد از او چند قدم زده شوه، بعد از او باز دیگه غذا به جای چند قدم که همون نماز شام دیگه فرصت خوبی است. و امروز ایره یکی از دوستا هم برای ما پیام مانده بود و دین کرده بود که بعد این مسئله را من یادآور شوم، و او گفت که ما در چند جای افطاری برابر شدیم، کل غذا را سر افطاری آورد، ما خوردیم، مال من مریض شدیم. گفت ایره شما بشه که بگین که دوستان ما متوجه نکته باشن که کل غذا را سر سفره افطاری نیارن، این بدتر، یا اگر میارن یک بارگی استفاده نکنن، بعد از اینکه نماز شام خواندن باز میشه از غذای دیگه استفاده کنه، از غذای بیشتر، چون همون که خرما خورده میشه او باید جذب شوه و بدن و میده کم کم آماده شوه، میده آمادگی بگیره برای جذب غذای بیشتر. اینا به این خاطر گفتم که کل دوستا متوجه باشین شما میتونید استفاده کنید. بسیار تشکر استاد. سلامت بگیرین از چیز. بهرام جان همون قسمی که غذا معلم میکنین صحبت ها رو هم ادامه میدیم. به جز اینکه خب همه بیننده ها شاهدی هستن که شما فعلا در برنامه های خبری ما مصروف کار هستین، جدا از اون چه فعالیت هایی در ماه مبارک رمضان داشتین؟ اتفاقا در ماه مبارک رمضان کارهای ما کم زیادتر شده. برنامه فراخبر ثبتی شده و ما ناگزیر هستیم وقت‌تر به تلویزیون بیاییم و در کنارش خبرهای ده شب هم یک ساعته شده. جدا از او دیگه فرصت نمیمونه که به دیگه کارا برسیم، ولی بعضن که رخصت می باشم فوتبال بازی میکنیم. از جوس پارادایس هم بگیرین، طعم توت زمینی ازی یا طعم انار از خود عکس توت زمینی معلوم بشد، طعم انارش بسیار خوبیش است، اشتیاوار هم هست، یعنی برای سحری باز آماده میکنم میداره و خیلی لذیذ هم هست، میتونین استفاده کنین شما. بله فرمایید شما هم قارسه میتونین بگیرین، کیفیت از آن ماست و سوپرکالا بزرگترین صادر کننده نوشیدنی در کشور و شما میتونین استفاده کنین. نگفته نمانه که گلدن لایف هم یکی از محصولات سوپرکالا هست، انشاءالله که سر سفره های همه شما عزیزان و دوستان باشه. بعد به خاطر کیفیت بسیار بالایش سرشون بسیار محکم بسته بندی میکنن، با یک کشتی گرفتن نیاز داره به خاطر که گازش نره و هم کیفیت بالایش دیگه. بسیار خوب بهرام جان، در مورد خبر و خبرنگاری هم کم کم صحبت بکنیم. وقتی که خبر میخونین، خب شما هر شب که مهمان خانه ها هستین و چون خبرنگاری یک کار ارزشمند است، بدون شک، چون مردم آگاهی میتین، اطلاع رسانی میکنین و همونطوری که در قرآن کریم وقتی که بریم به بس خبرنگاری
یکی از پیام‌های مهم خبر و خبررسانی و خبرنگاری درس و عبرت و آموزش برای مردم هست. قرآن کریم از اخبار گذشته، از قصه‌های گذشته وقتی که بیان می‌کنه، هدفش عبرت گرفتن دیگران هست. احساس شما چیست تو نمو لحظه؟ چون می‌بینیم که بسیار تو با شوق و ذوق خب استایل خاص رو شروع می‌کنید. یعنی از خیلی دلخوشی هم نیست، چون ما در افغانستان بسیار نادر خبرهای خوش داریم، به خصوص چند شب اخیر. من خودم واقعا بسیار احساس ناراحتی میکنم زمانی که خبرهای ناخوش را میخونم، و فقطی که به گفته شما کلمه بشاشتر ظاهر میشیم، چون بیننده خسته هستند، مردم درد دارن، مردم وضعیتشان خیلی مناسب نیست. حداقل با دیدن ما حالتشان شاید تغییر بکنه، با همی انگیزه کم کوشش میکنیم که به سر وضع خود برسیم. ولی خبرها در کل فعلا در وضعیت فعلی خیلی خوش نیست، و این مرا شخصا ناراحت میسازه، بخصوص خبری که امروز خواندم یا خبری که دیروز با مردم خواندم، مرا خیلی وضعیت روحی ما صدمه زده. ولی با وجود از هم زمانی که مدعقب کمره میشینیم و این رسالت را زمانی که پذیرفتیم، با تمام چالش‌های پذیرفتیم، به هر حالتش ما قبول داریم. حالا دیگه زمانی که پشت میز نشستیم، فقط مسلک خود را میبینیم، فقط قوانین را میبینیم و به اساس از او به پیش میریم. بله. یک چیز است بهرام جان، شما گفتین دقیقا وقتی که خبرهای ناخوش میاد، طبیعی که سر روح و روان آدم تاثیر میکنه، ولی باید داشته باشیم که ما ملت نباید شکست بخوریم. در گذشته نخوردیم، عالم شکست نمیخوریم و مستحکم استاد میشیم، در کنار مردم خود اطلاع رسانی میکنیم و دعا میکنیم که خداوند خبرهای خوش خوش برای ما، یعنی روزهای خوش برای ما نصیب بکنه. بدون شک من خودم زمان که تا در هر بولتن خبری یک خبر بسیار نسبتا خوشم میباشه، کوشش میکنم که اون خبر را طور را بکنم که حداقل وضعیت روحی مردم را تا جایی بتونه تغییر بده، با یک لبخند و اینا، و حتی در بعض وقفه گفتن ها کوشش میکنم که لبخند بزنم که مردم تا جایی بتونه یک انرژی مثبت بگیرن. شب از خودت تقلید میکنیم. دوستان عزیز، بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دوباره در خدمت شما هستیم.